وقتتان بخیر، شما را خوش آمدید میگم با برنامه خط سبز. امید که صحتمند و سر حال باشین. امروز هم مهناز نوری با همکار عزیزم هیله جان سدید در خدمت حاضر شویم تا برنامه خط سبز به شما عزیزان تقدیم کنیم. امید که تا پایان برنامه ما را همراه باشین. ما همیشه وقت در برنامه موضوعات خیلی خوب را انتخاب میکنیم تا که روش بحث کنیم و همه قسم مهمانای خیلی خوب را هم میداشته باشیم که در رابطه با موضوع برنامه ما بیشتر صحبت میکنن. بله دوستای عزیز، میشه که شما اگر خدا نخواسته مشکلات می داشته باشین در رابطه با موضوعات حقوقی، امروز موضوعات ما، موضوع برنامه ما است. چرا اطفال ازدواج می کنن؟ چی باعث میشه؟ کدام عوامل است؟ آیا فقر است؟ نادانی است؟ و یا چی گونه؟ چرا ظلم؟ تا چی وقت و تا چی حد اطفال ازدواج می کنن؟ ولی مهمان هم با خود داریم، آقای عبدالله یعبود است که سخنای خود و بحث امروز خود با ایشان آغاز می کنیم. ولی قبل از همه اینا را خوش آمدید می گیم. خوش آمدید آقای. شما خیلی خوش آمدین و موضوع امروز انتخاب کردیم. چی باعث میشه آقای عابد که اطفال ازدواج میکنن؟ با چی جور جنجال های اینا روبرو میشن و در آینده خود فامیل و حتی یک شهر، یک منطقه و یک قوم چقدر مشکلات میبینه و چی باعث میشه؟ تشکر از شما. عرض سلام و ارادت خدمت شما و دستاندرکاران همچنان بینندگان برنامه خوب شما. در رابطه به این که چرا خانواده ها دار میکنن اطفال که تن به ازدواج بتن، که امیام یکی از مصادیق ازدواج اجباری است و خشونت علیه اطفال است که متاسفانه اعمال میشه بخصوص از طریق بزرگای خانواده در رابطه به اطفال، عوامل مختلفی را داره. یکی از عوامل طوری که شما هم تذکر دادین فقر اقتصادی خانواده هاست. بعضی از خانواده هایی هستن که فقیر هستن و اینا فکر میکنن که گویا یک طفل خود را ما قربانی کنیم تا اینکه امرار معیشت سایر اعضای خانواده فراهم شوه و برای اطفال دیگه خود یک چیزی را مهیا کرده بتانن. یکی از موارد این فقر هم بوده میتونه به دلیل از اینکه بیشتر توجه خانواده ها در ازدواج اطفال نه تنها اینکه موضوع مهر باشه که حق مسلم زوجه است که هم برای کسایی که همو شرایط خود را تکمیل کرده میباشن، بلکه خواست از نام موضوع ولور است یا تویان است که بر نامهای مختلف در مناطق مختلف یاد میشه و اطفال به مو خاطر برابر یک پول گزاف برای شخص دیگه وادار به ازدواج میکنن قبل از اینکه به مو سنیالیت قانونی ازدواج خود برسه. و خود اینجا خواست طفل اصلا مطمئن نظر نیست، بلکه خواست خانواده و خصوصا سرپرست خانواده، چون او طفل میباشه دیگه چیزی رو نمیفهمه، ولی کونا میخواین که این کار انجام بدن. یا یکی بعضا سرپرست خانواده ای که معتاد می باشه به خاطر از اینکه نگهداری نمیتونه درست از اولاد خود اصلا نگهداری کنه یا آزانت درست رو از اطفال خود برا برده. و دلایل مختلف دیگه سطح پایین سواد میتونه یکی از عوامل باشه، چون آگاهی نمیداشته باشن خانواده ها در رابطه به حقوق اطفال خود، که اطفال ما به عنوان آینده سازان وطن یا کشور چی حقوق را داره، از منظر دیدگاه دین مقدس اسلام چی حقوق را برشان تذکر داده، در قوانین نافذه ملی چی حقوقی است و همچنان در کنونسون های بین المللی. و این برمیگرده به سطح پایین سواد خانواده هم که بعضا اطفال خود را وادار به ازدواج اجباری میکنن. تسلط عرف ناپسند در جامعه یکی از عوامل دیگه بوده میتونن در بعضی از خانواده ها، که خانواده به حتی در بعضی از مناطق افغانستان هنوز هم باور به ای است که گویا اگر طفل دختر با کلا زدی اگر نفتید او آماده ازدواج است. متاسفانه یک رسم غلط هنوز محاکم است و این واقعیت هم داره. چرا ما در یکی از ولایاتی که کار میکردیم در ولایت همجوارش هم کسی بود که از امونجا هم کار ما بود، خود از واقع قصه میکرد که همونطور یک رسم در منطقه ما موجود است. متاسفانه این همونطور دیدگاه منفی که وجود داره در رابطه به اینا و عوامل مختلف دیگه، جنگ و ناامنی هم یکی از عوامل بوده میتونه. در زمان جنگ های طولانی که در افغانستان حاکم بوده، حتی حالا هم فعلا هم افغانستان از جنگ در جنگ به سر میبره مردم، متاسفانه در بعضی از مناطق خانواده ها از ترس از اینکه مبادا طفلشان به خصوص دخترها مورد سوء استفاده یا تجاوز قرار بگیرن، اطفال خود قبل از اینکه به سن بلوغ رشد قانونی برسن و یا موسین قانونی رو تکمیل کنن و دار میسازن به اینکه و یک اصطلاحی هم هست میگه بتش به نام نیک برد که از ما خلاص شده دلش هست واقعا که به نام نیک برن خلاص. و یا هم تهدیدهای جانبی است که از بیرون اعمال میشه و یا باعث نزی میشه که خانواده از ترس تن به این کار میتن که اطفالشان وادار به ازدواج شوند. و موارد عوامل مختلفی میتونه که اینجا دخیل باشه. و بعضی از خانواده هم هستن که تعداد اطفالشان زیاد میباشه و تولد تناسل بیروی بدون از این که بتانن از وادی مسئولیت اینا بدر شوند، تربیه و پرورش سالم کنن اینا رو و سازانت و سرپرستی از اینا رو به عهده بگیرن،
بعدا متوجه میشن که نمیتونن این کار کرده و به خاطر از اینکه این بار مسئولیت از سرشان بچ شود زودتر اولاد کمتر زندگی بهتر زندگی بهتر واقعیت خیلی گفتنی خوب است. امید وقفه بین ولادت ها واقعیت از یکی از دید شریعت مقدس اسلامی مخالفت هم نداره، چرا این هم به صحت مادر ارتباط داره هم به صحت طفل، در صورتی که اگر رعایت شود این موضوع و در ضمن بر علاوه از او که از لحاظ اقتصادی درست است، بر علاوه اقتصاد از لحاظ تربیه و پرورش هم مهم است که صرف این نیست که یک خانواده که متمول باشه یعنی بتونه نفقه از اونها را تامین کرده دیگه هر تعداد اطفالی که داشته باشه. بله. مسئولیت های بسیار خطیر و بزرگ دیگه هم والدین در قبال اطفال خود داره کوره باید توجه داشته باشن. با تایید حرفای شما اسلام خو نگفته که روز یک طفل بیار در کوچه رهایش کو از خدا، از نماز، از قرآن، از قوانین بی خبر. ولی اولاد کمتر تربیه خوبتر و همیشه که ما اونمو یک اولاد یک طفل دو طفل میتونیم خوب یاشه با تا بکنیم به درسش به تعلیمش، ولی هر قدر زیاد شد با گفتی شما مجبور است یک پدر طفل خود بفروشه تا ازدواج خو یک گپ عادی است، طفل یک روزه دو روزه یک ماهی خود اینا به فروش میرسانن که دیگه طفلای خود اینا بتونن یاشه و با تا بکنن. از نگاه ای که یک جوان سنش چند ساله باشه مثلا دختر یا بچه فرق میکنه در کدام سنین اینا ازدواج بکنن؟ بله قانونی با استناد ماده 70 قانون مدنی که اونجا تسجیل سن اعلیت ازدواج برای پسرها 18 سال در نظر گرفته، برای دخترها 16 سال، یعنی وقتی که پسر به سن 18 سالگی رو تکمیل میکنه و دختر سن 16 ساله یعنی به اون اهلیت میرسه که میخواد ازدواج کنه یا نکنه، یعنی مسلحیت امتیاز پیدا میکنه. بلیا قبل از او صاحب از امتیاز نیست، بعد از او باز به اختیار خودشان است که ازدواج میکنن یا نمیکنن. و از لحاظ قوانین ملی قانون بخصوص قانون مدنی که در اونجا گفته که ازدواج دختری که رشیدی عاقله باشه تا صلاحیت ولیش هم شرط نیست، در صورتی که اگر ازدواج میکنه بله. اون سایر شرایطی که در نظر گرفته باشه شرایط یعنی صلاحیت ولی یا رضایت یا نظر ولی هم در اون رابطه حتمی نیست که باید موجود باشه. و بعد از اون فقره اول ماده 71 باز ازدواج دختر کمتر از سن 16 ساله گفته، اونجا پسر بله. نگفته صرف دختر گفته بله. که توسط پدر سی و تصرف و محکمه با صلاحیت امکان پذیر است، یعنی یا پدرش که اگر پدر نیک باشه که منافع اولیای طفل خدا در نظر بگیره از تمام عباد چون دلسوز از برای طفل خود نمیخواد یک طفلش در یک خانواده بفته که اون آرام باشه، طبعا همه پدر مادر ولی هم اگهش در قبال اطفال خود امی رقم اصدارن، ولی امی که سعید تصرف گفته پس این برملا میشه که در قابل از اشخاص دیگه هم هست، مثلا قمارباز باشه، اگر معتاد باشه که بخاطر خواستای خود بعضن اطفال خود قربانی آدم بیبندبار باشه بنان به او خاطر لفظ از سعید تصرف به کار برده، ولی متاسفانه در قانون بازطور وضعات هم داده نشده که منظور از سعید تصرف چیست، خالی برداشت عام امی است که همچون خواست خصوصیتار نداشته باشه. و در فقره دوم از این باز گفته که ازدواج صغیره کمتر از سن 15 سال به هیچ وجه جواز نداره و اینجا هم یک تناقض وجود داره، ولی که صرف دخترها را گفته که توسط پدر، پسرها باز مانده یعنی یک نوع تبعیض اینجا قائل شده. و دوم از این که در فقره اول لفظ دختر را به کار برده و در فقره دوم صغیره را، یعنی به این معنا که قانونگذار یک راه فرار بر خود باز گذاشته در صورتی که اگر طفل تحت سن 15 سال به بلوغ رسیده باشه اگر تحت سن 15 سال باشه او میتونه که ازدواج کنه، یعنی مشکلی نداره و این از لحاظ قانونی قابل قبول نیست، هرچند که رای فرار گذاشته ظاهرا عوام طور برداشتش نیست، فکر میکنن که پایین تر از سن 15 سال سنش که باشه هر دختر باشه یا پسر باشه جواز نداره، ولی در اصل یک رای فرار اونجا گذاشته شده چون لفظ صغیره را به کار برده و صغیره در برابر کبیره بیشتر مطرح میشه و از لحاظ شرعی موضوع بلوغ میگن بله. کبیره بر کسی میگه که به بلوغ رسیده باشه که بلوغ هم نظر به وضعیت اقتصادی خانواده و شرایط اقلیمی ما متفاوت است، بنان به او ارتباط یعنی پایین تر از سن 15 سال هم یک راهی فرار برای گذاشته، ولی متاسفانه بعد از شکل گیری قانون من خشونت علیه زنها که یکی از قوانینی است که در دفاع از حقوق خانم‌ها است بر در برابر خشونت هایی که اعمال میشه در محیط خانواده چی در محیط اجتماع تحصیل یا مکتب و جای دیگه، در اونجا متاسفانه ماده 28ش مجازات را که پیش بینی کرده در رابطه به ازدواج اطفال گفته که حبس متوسطی که از 2 سال کمتر نباشه، چون حبس متوسط از 1 الی 5 سال است، پس به این معنا که برای کسی که طفل وادار به ازدواج کنه از 2 الی 5 سال مجازات پیش بینی کرده، دست قضات باز از بین 2 سال و 5 سال هر چقدر مجازات میکنه، ولی او هم گفته که در صورت عدم در نظر داشتی شرایط ماده 71 قانون مدنی، اینجا هم استناد به اون ماده کرده که او خود از ماده نقص داره از خود، بنان به او اساس این نقص هنوز هم پا بر جاست و نیاز به این است که صورت ساقای عبدالله یابد که خود کودک آرز شوه و یا چی گونه
و اگر خودش راضی باشه و مجبور باشه. و یکی از مشکلات دیگه که باز قانون من خشونت علیه زنا مطرح شده که در صورتی که اگر خشونت بر علیه طفل دختر اعمال میشه که زن است، چون در اصطلاحاتی که در قانون من خشونت ذکر شده زن اوناس بالغ و نابالغ شامل میشه، تحت چی به بلوغ رسیده باشه یا بالاتر از او. بنان بر روی تعزو باز دمادی 40 میشه، دمادی 39 گفته که تعقیب عدلی مرتکبین عامل خشونت، عاملین و مرتکبین خشونت علیه زنا که دختران هم شامل از او میشه، صرف میشه توسط خود شخص شاکی یا قربانی و یا وکیلش امکان پذیر است. اینجا نقض داره این ماده 39 قانون من خشونت علیه زنا، نه تنها در برابر ازدواج اطفال که یکی از مصادیق خشونت و ازدواج های اجباری است، بلکه سایر خشونت هایی که از ماده 22 الی 39 تسجیل است، مثل تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی، تجاوز به عفت و ناموس و همچنان بعد و بدل و بیرز بردن حق ازدواج یا محرومیت از حق میراث و مثل ذلت و کوب و شکنجه و موارد دیگه که در اونجا تسجیل است، 22 فقره از خشونت از اونجا. ولی آقای عبد، اگر همی طفلا را خانم یا آقا وادار به ازدواج ساخته باشه، بازم همی جزایشان از یک سال الی پنج سال می باشه؟ خانم و آقا چطور؟ یعنی اگر مادرشان یا پدرشان وادار ساخته باشه، جزایشان هم یک چیز می باشه؟ بله طبعا، چون ماده 28 قانون من خشونت علیه زنان صراحت داره که هر کسی که طفل را وادار به ازدواج اجباری میکنه یا ای را به ازدواج میته، این رقم مجازات برش پیش بینی شده. اگر چه هر کسی که باشه و باز در موارد دیگه، مصادیق دیگه ازدواج های اجباری و خشونت علیه زنان مثل بد دادن، باز در اونجا برای برالاوی از اون شخصی که مرتکب و عامل از این قضیه است، برای عاقد کسی که عقد بسته میکنه، مولوی سایبر کسی که باشه، کسی که نکاحشون بسته میکنه، کسی که نکاح رو بسته میکنه، چرا بدون علمیت نباید نکاح در غیاب بسته کنه؟ باید علمیت خود داشته باشه که طرف عقد چی کسایی هستن. و در ضمن از او برای عاقد شاهد مسلح کسی که به عنوان صلح کرده گویا در موضوع بد دادن، معمولا در جرایم قتل که انجام میشه و یا در حتی در یه آخر در تجاوزات جنسی هم همونطور شده که بعد دادن بر جانب مقابل، بنان او شخصی که به عنوان صلح گویا میخواین که می موضوع خاموش شوه، او در واقع در مغایرت با شریعت و قانون عمل کرده، اونمو مسلی هم مجازات میشه به استناد مواد قانون من خشونت علیه زنا و حبس برشان در نظر گرفته شده. و مثل از اون موارد دیگه از خشونت هایی که بر علیه زنای مال میشه، ازدواج های اجباری مجازات خدا داره. بنان در این ارتباط هم گفتم یک نقض اساسی در خود قانون در ماده 71 قانون مدنی بود که اونجا تو یک رای فرار گذاشته بود و ماده 28 قانون من خشونت علیه زنام که پاس شده و از کوره باید حمایت کنه، بازم استناد به او کرده که بدون در نظر داشته هم شرایطی که در اون ماده ذکر شده، چون خود از اون نقض داره، پس یا استنادش به او است که یعنی اگر مو با عین از اون ماده عمل شه و مشکلی نیست، او یک رای فرار را گفتیم قبلا گذاشته. و به این خاطر بود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک کنفرانس را دایر کرد در روز یک شنبه گذاشته و آمار و ارقام قضایایی را که ما دریافت کردیم در دفاتر سوی ولایتی ما به ثبت رسیده. بله. در سال 1392 حدود 226 مورد ازدواج اطفال به ثبت رسیده بود و مقایسی از او در سال 1393 225 مورد بوده و در سال 1394 235 مورد، باز بیشتر شد. بله. و به شمول سه ماه اول سال 1395 در واقع 781 مورد قضایای ازدواج اطفال ثبت شده. این ما قضایایی است که صرف در کمیسیون به ثبت رسیده یا کمیسیون اطلاع پیدا کرده، که از جمع از این قضایا باز 278 موردش حل شده به سر دادخواهی و پیگیری های کمیسیون حقوق بشر همکارای ما در دفاتر مختلف است و از 144 مورد قضایای ازدواج اطفال جلوگیری صورت گرفته، پیش از اینکه او به وقوع پیمانده ازدواج اطفال اطلاع و آگاهی پیدا کرده ما جلوگیری شده گرفته. در ولایات مختلف از متاسفانه افغانستان جامعهش طوری است که بسیاری از موضوعات باز عام از در تمام مناطق، ولی بعضی از تخطی ها هست که باز در مناطق خاص صورت میگیره. ولی موضوع ازدواج اجباری متاسفانه در مناطق مختلف وجود داره، ازدواج اطفال در صغارت که هم ناشی از سطح پایین سواد و فقر و مشکلات امنیتی و تسلط عرف ناپسند و موضوعات مختلف دیگه میشه، تکسر اولادا و اینا که رسیدگی به اونا صورت نمیگیره. بنان باز از جمع از این قضایا جالبی است که از لحاظ فیصدی اگر بگوییم بله، تقریبا 57% از کسایی بوده که بین 16 الی 18 سال به استناد قانون ازدواج کردن که او مشکل نداشته. 36.6% از یارا کسایی تشکیل میداده بین 11 الی 15 سال، امور که قبلا گفتیم که رای فرار گذاشته شده، این رقم دمی کاتگوری 36% یک رقم بسیار درشته است و حدود 6.4% دیگه شما اطفال بین 7 الی 11 سال بوده، 7 الی 10 سال. بله، یعنی در کاتگوری بسیار پایینی سینی که خود از اون طفل است، اصلا در دنیای کودکانی خود است، باید تفریح کنه و اصلا این موضوعات آگاه نیست. بنان او بار مسئولیت بزرگ خانواده در اون سینین بالای از اون میگذاره که عواقب و پیامدهای ناگوار داره در قبال
یکی از جمله اولی که او درک نمی کنم و حقوق و وجایب خود و شوهر خود چون طفل است. بله، کجا آمدیم، کجا آمدیم، به چی دلیل بودم، دنیای کودکانی خود غرق است، مورد لاتوکوب قرار میگیره، خوشنطا یک بر علیه شمال میشه بعد اون دخانه خام خود دیگه از یک روز چقدر توقع می داشته باشه یک خانواده. خوشنطای لفظی بر علیه شمال میشه، ده و دشنام و فرش و اینا داده برش میشه، همون گپ های آمیانه کتره و کیانه از با اون طفل که چقدر گناه است. یعنی یه پیامدهای ناگوار است که در محیط خانواده بالای شمال میشه که کارهای شاقه را سرش انجام میتونه، چون یک طفل است به شکل مثل سایر اطفال هر نوع کار شاقه را سر شمال میکنن. در ضمن از او چون به مرحله بلوغ نرسیدن، اول اگر به بلوغ نرسیده باشن خو از لحاظ عاطفی و از لحاظ تاثیرات بسیار سور بالای از خود طفل میگذار از لحاظ سی ای و جسمی و روانی، و در ضمن از او اگر به مرحله بلوغ هم رسیده باشن و اینا بتونن تولد تناسل کنن، طفلش ضعیف البنیه بار می آید، از لحاظ ولادی سوی شکل می داشته باشه، سوی شکل هم باشه به گفته شما. بله، سوی تغذیه و هم سوی. جالب ده ایجاست که همیشه دخترای خورده با مردای کلان سن اینا باز ازدواج میکنن، با کسی که مثلا خانمش مرده یا دو خانم سه خانم داره، خان قریه است یا مثلا بزرگ یک خانه قریه است یا چه قسم، که چه قدر تاثیر بد داره. اینمی متاسفانه مشکل است که هم یعنی قضایای مختلف پیش میشه. بعضی وقتا میشه که هر دوش طفل است، پسر و دختر هر دوش نمیفهم، مثل که دمازار بود که قضیه باز از طریق کمیسیون رسیدگی شد پیش از او که خانواده هم قرضدار بوده، برابر قرض میخواست که دختر خود بده، به او شکل باز جلوگیری شد که عکسش هم در فیسبوک رسانه‌های اجتماعی نشر شده باشه، اطلاع داشته باشیم که هم دختر هم پسر هر دوش خورد بودن. بعضی مواقع میشه که گفتی شما که تفاوت سینی بی نهایت زیاد بینشان موجود می باشه، یک شخصی که 50 تا 60 سال و بالاتر از او هم کسایی بوده که با طفلای بسیار خردسال که مثل از نواسیش هم که خردتر شاید بوده باشه ازدواج کردن، و بعضی وقتا برعکس هم احتمالش است. مثلا در بعضی از خانواده است که مثلا یک شخص فوت میکنه، خانوم از او را فکر میکنه میراث خانواده است، ولی یا یک طفلی که حتی بسیار خرد است او را به نام از او میکنن که باید به نام عزیز که باید باشه، یا بچه کاکاش است، یا یورش است، یا یکی از اقارب دیگه است. اگر یور نباشه او جبران سرش تحمیل میشه که باید حتما این را بگیری، چون غیرت ما اینه باید از خانواده ما برای او دیگه ازدواج کنه. یک عرف ناپسنده که در جامعه حاکم است و ایدئال است که در ماده 54 قانون اساسی هم در اونجا مسئولیت دولت دانسته شده که در برابر عرف ناپسند باید اقدام کنه، تدابیری را انجام بده، قوانین وضع کنه، که یکی از نمونه‌اش قانون شما چی کارا کرده در عرصه کمی اطفال خورده به ازدواج مجبور میسازن؟ ما گفتیم که 144 مورد قضایا را ما جلوگیری کردیم که پیش از اینکه ازدواج واقع شوه از اطفال جلوگیری صورت گرفته که ما جلوشان گرفتیم. یکی از قضایاش هم چند قبل در دفتر کابل بود که یک روز دیگر بود که روز بارانی هم بود، یک دختره که بسیار خرد به دفتر ما مراجعه کرد که گویا مادر پدر میخواهیم مرا، به اون گفتی شما که به یک شخص کلان سن بده که ما او را نمیخواهیم، او در ضمن معتاد هم است و این بسیار اصرار داشت که ما میخواهیم یک پسر دیگر با او آشنا است، ما او را میخواهیم بگیریم. و سنش هم پایین تر از 11 یا 12 سال بود که به مسن علیت قانونی نام نرسیده بود خود از این. بنان ما گفتیم حالا اگه خودتان بخوایی تو صلاحیت ازدواج نداری، پدر مادرت هیچ کسی، بالاخره اقاربش مادر و پدر اینا را خواستیم، واسه پیش از اونها تعهد کدبی گرفتیم که نباید تیره وادار به ازدواج کنه، و در صورتی که اگر مبادرت به همچه عمل میکنن باز بعدا مورد تعقیب عدلی قرار میگیرن و معرفی میشن به مراجع مربوطه که باید مجازات شن. خود باعث میشه که مثلا یک دختر خورده وادار میسازن که ازدواج بکنه، یا با مرد بزرگ یا خورد که فرار از خانه و فرار از منزل بکنه، که چقدر مشکلات در آینده میبینه. گفتم پیامدهای ناگوار همین ازدواجام در کنار از اینکه لاتوکوب است و مثلا کار شاق از بالای ازی از لحاظ خشونتهای لفظی بر علیه شمال میشه، مرگ و میر مادرها و اطفال هم در قبال داره، چون به اون مرحله بلوغ جسمی هم نرسیده اینا، توانایی باردار شدن نداره، و این باعث میشه که یکی سوی شکل بار بیاید، یا مرگ و میر اطفال و مادر در قبال داشته باشه، که فرار از منزل، انحرافات اخلاقی، خودسوزی، خودکشی، اینا پیامدهای ناگوار است که بعدا اعمال میشه بر علیه، چون طفلی که وادار به ازدواج شده، که یک نمونه شما از ولایت غور ما شما شاهدش هستیم که حالا فعلا هم خیمه تعصم در برابر پارلمان شورای ملی خیمه زدن بر از او، تا اینکه عاملین مرتکبین از این قضیه گرفته شد. و اصل ریشه از اینا مگر در بیا اولی که طفل بوده در سنین طفولیت وادار به ازدواج شده یک، و ابتدای تو رو نمود میشد که گویا پدر از ایره بدل کرده، آنان که ازدواج پدرش با خانم دیگه که ازدواج کرده بود 10 سال قبل بود، ولی باز هم اثرات از نمو باقی مانده بود به خاطر از اینکه اون مقدار پول را که بالای پدرش گذاشته شده بود که باید به عنوان ولور یا تویانه بپردازه گره پرداخت نکرده بود، مثل قرض دین وار بالایش بود، در بدیلی از او گویا دختر خدا داده بود که بعد از زی که در او خانم آدم میره و مورد خشونت قرار میگیره و بالاخره
سوزانده میشه. بله. که متاسفانه واقعا یک قضیه تکان دهنده بود. مثل از این قضایا بسیار زیاد واقع میشه، بعضیش از چشم رسانه پنهان باقی میگذاره، ولی با وجود از اون تا جایی که نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر و رسانه ها اطلاع داشته باشن قضایا را فاش میسازن، بسیار موارد شاید کتمان شوه، این قضایا هم به یه حدشان بالاتر از این شاید باشه و به مراتب بالاتر هم است. بنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم خواهان تطبیق قانون است، چون در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون ملاک عمل کمیسیون قانون اساسی قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های خودش و همچنان سایر قوانین است که یا باید تطبیق شه، و از اینکه در قوانین هم خلا موجود است، همون خلایی هم که داره تا فیلحال باید همیام تطبیق شه با معادش که حال فعلا موجود است. ولی این کنفرانس را که کمیسیون برای انداختم خواست ماده ای بود که همی تبعیضاتی که در قانون موجود است یا باید برداشته شود. بله. چرا تبعیض وجود داشته باشه بین یک دختر و یک پسر؟ دختر و پسر. و در اونجا مثلا گفته که پسر باز اکمال سن 18 سال میتونه ازدواج کنه، ولی برای دختر 16 سال یک نوع تفاوت است. خلاف ماده 22 قانون اساسی هم است که اونجا گفته که هر نوع تبعیض و امتیاز بین ادبای افغانستان ممنوع است. ادبای افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق مساوی است. باز میگن که حقوق زن و مرد مساوی است، در حالی که فقط یک شعار است. شعار است. و در عمل هم مشکلات خود داره، و در ضمن از او کنوانسون های بین المللی را که دولت افغانستان پذیرفته و الها خود با اعلان کرده مسئولیت در قبال از او داره، و هم دست از لحاظ شرعی، هم از لحاظ قوانین ملی، هم از لحاظ بین المللی و منطقی. شورای افغانستان عضویت سازمان های منطقی را هم داره، مثل سار که جنوب آسیا است، که در اونجا که 8 کشور نیپال، سریلانکا، بوتان، بنگلادش، پاکستان، هند، مالدیو و افغانستان عضویت از او را هم داره. در اونجا چند قبل ما در نیپال هم یک سفر داشتیم، یک نشست بود، کانفرانسی کتمندو کال فار اند چایلد مریج این ساوت ایشیا، هم یک عنوان داشت که این ندا از بنگلادی از نیپال بالا شد که باید ازدواج اطفال در جنوب آسیا باید خاتمه پیدا کنه، و به او ارتباط برنامه عمل ساختن و از کشورهای عضو هم خواستن که باید در قوانین خود بازنگری کنن، تجدید کنن، و همچنان همچون برنامه های آگاهی دیره برای پرتم تا مردم سطح آگاهیش بلند برده شد، و بعضی از کشورهای جنوب آسیا همسان هم ساختن سنین ازدواج برای دختر و پسر. دیگه با توجه به او بنان باید تبعیضات ساختاری که در قانون هم است باید برداشته شود. اگر این ما به عنوان امتیاز یا صلاحیت میدانیم که بعضی کسا میگن که امتیاز است که دختر مثلا پیشتر از پسر 2 سال قبل به موسن اهلیت خود میرسه، بعد از اختیارش که ازدواج میکنه یا خیر، این درست است، ولی در کنار از این چرا پس حق رای ندارن، چرا سایر حقوق باز سن 16 سالگی برخوردار نیستن؟ صرف در موضوع ازدواج یک، و دوم از این که اگر اینا تحصیل کنن به ادامه تحصیل بپردازن، چون در ماده 43 قانون اساسی هم گفته که تا صنوف متوسطه اجباری است تعلیمات ابتدایی. بله. بنان تا زمانی که به سن 18 سال میرسن 12 خودم تکمیل کنن، یک مادر باسواد بسیار خوبتر از مادر باسواد برای خود بخونه. بله. طبعا. خیلی خوب است. اگر مادر باسواد باشه از هر لحاظ میتونه که خوبتر رسیدگی کنه به طفل خود از لحاظ پرورش، تربیه و امثال. ازدواج اطفال در این اواخر کاهش یافته یا افزایش؟ حالا نظر به ارقامی را که کمیسیون منتشر کرد و یافته های ما از دفاتر مختلف، خب در قضیه افزایش نشان میده، چرا در سال 1393 226 قضیه ثبت شده بود و در سال 225 و در سال 1394 235 قضیه. دلیلی که افزایش یافته در چیست؟ و دلیلشون قبلا ما گفتیم که مو عواملش است. یه عامل از تا زمانی که ریشه یابی نشه و در راستای حل از او اقدام نشه، خود معلول ما نمیتونیم بر علیهش مبارزه کنیم. بر علیه خود تا یک جایی شاید نتیجه بده، ولی نتیجه مؤثر نمیتونه داشته باشه. مثل جرایم، خشونت و دیگه مواردی. چون هر معلول از خود عوامل داره. یک عامل هم باعث به وجود آوردن یک معلول شده نمیتونه. بنابراین عواملش باید شناسایی شوه، در راستای حل از او اقدام شوه، بعد از او معلول خود به خود از بین میره. بنان فقر تا زمانی که در جامعه حاکم باشه، برای سرپرستای خانواده زمینی کار اشتغال دوامدار مایا نشه، یکی از عواملش این فقر بوده میتونه. بنان این مشکل پا بر جا خواهد بود. عرف ناپسندی که در جامعه حاکم است، ایام یکی از عواملی است که این نیاز به ای است که قانون باید تطبیق شود. ضعف حاکمیت قانون، فرنگ مافیات از مجازات، فساد اداری، روابط برقراری روابط بر ضوابط، این عواملی است بوده میتونه که قانون نمیتونه زمینی تطبیق بر خود مایا کنه. هرچند که گفتم قانون منع خشونت علیه زنا داریم، ولی این قانون هم به اساس یک فرمان تقنینی فعلا نافذ است. بله. و این در پارلمان هم باید بحث میشد و یا تصویب میشد که متاسفانه تا کنون سر از او کار صورت نگرفته که تایید شود به عنوان یک قانون، ولی فعلا هم یک قانون است، بازم در مراجع عدلی و قضایی قابل استناد است. سارنولی منع خشونت علیه زنا سارنولی اختصاصی برش وجود داره،
همینطور محاکم مربوط هم موجود است و حتی در دیوان عالی در ستر محکمه یک دیوان جداگانه برشان ساخته شده که بر قضای اطفال و خشونت علیه زنان هم دیوان رسیدگی میکنه. کلا پروسیجرشان قانون جداگانه، سرانوالی اختصاصی جداگانه، همینطور تا این مرایل قانونیشان هم تو جداگانه پیش میره. بنابراین در صورتی که اگر قانون تطبیق شوه بر علیه عرف ناپسند مبارزه صورت بگیره و سطح آگاهی مردم بالا برده شوه، خود به خود عوامل زمینایش که از بین بره خود به خود این رفع میشه. ولی از آن جایی که ما و شما میفهمیم که جرم یک پدیده زشت و منفور است که در تمام جامعه وجود داره، امکانش هست که کاهش پیدا کنه ولی کلا نخواد از بین بره. چرا؟ در جایی که انسان از جرم جنایت اینا وجود داره و یا جرمنگاری شده و وصف جرمی برش داده شده، در قانون من خوش نداره ایزانه. با گفته شما صد آگاهی هم عدم ای که نمیفهمن، مثلا در ولایات است اگر دور از تعلیم و تربیه هستن، دخترای خدا به مکتب نمیمانن، مثلا رادیو نیست، تلویزیون نیست. چی خوب است که شما و دولت همکاری داشته باشه با همی علمایی که در مساجد هستن، مولوی صاحبا یا بزرگای قوم. به نظر شما موثر نیست که با اونا صحبت شه و با اونا تبلیغات داشته باشن؟ مردم بیشتر گوش میکنه گپای او بزرگای خدا نسبت به رسانه مثلا. این موثریت خود طبعا داره. حتی در اون کنفرانس هم که دایر شد، یکی از کمیشنر صاحبای کمیسیون حقوق بشر به نام مولوی صاحب اوتکی از لحاظ شریان بحث گرفتن این موضوع ره. و در اونجا حتی استناد شد که هرچند که در کتب صحیح سته، شش کتب حدیث ما شما داریم، صحیح بخاری و صحیح مسلم، که باز بعضی از حدیثی که باز متفقون علیه است که هم در صحیح بخاری آمده هم در صحیح مسلم و باز معتبرتر هم میباشه. و دور رابطه بسیار از لحاظ دین مقدس اسلام هم توضیحات بسیار خوب ارائه کردن که رسانه هم بسیار به او مکس کردن و چیزی خوبی بود. و در ضمن از او وزیر صاحب حج و اوقاف هم که آمدند اونجا هم در بیانات وزارت خود گفتن که ازدواج اطفال در صغارت خلاف ارشادات دین مقدس اسلام است و این برداشت های سو است که بعضی ها نسبت میتن. هر موضوعی را که به خود اندوخته هستن از خود میکشن و بازورت نسبت به شریعت میتن. مغایر هستیم با اینا. بله. و در ضمن اونم گفتن که ما از طریق ملا اماما و منابر و مساجد این موضوع را گجزت میکنیم بر مردم و واقعا به گفته شما که نقش رسالت از او بیشتر است و مردم هم بیشتر میپسندن از گفتی از من. هستیم دوستای عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه شما میشه که تماس هم بگیرین. شماره تلفن ما هست 0700111130. اگر کدام مشکل میباشه میشه که با آقای عبدالله عابد در میان بگذارین. بعد از وقفه دوباره خوش آمدین عزیزان برنامه. امروز موضوع برنامه ما ازدواج اطفال است و آقای عابد در برنامه با ما هستن. اگر شما هم کدام سوال دارین میتونین به شماره 0700111130 با تماس شید و سوالاتتون رو مطرح بسازین، آقای عابد هم پاسخ میدن. بله. و آقای عبدالله عابد، این کسایی که سوء استفاده از اطفال میکنن، مثلا تجاوزات جنسی، از با اینا چی مجازات است در قانون منع خشونت؟ تشکر از شما. در رابطه به وصف جرمی تجاوز جنسی و موارد مختلف زنا و اینا، خب البته موارد مختلفی هست که در قانون جزا که در سال 1355 نافذ شده بود، در اون زمان خب موضوع زنا و لواط گفته در ماده 427 قانون جزا که بازال تعدیل شده و مجازاتش هم تا حبس طویل پیش بینی شده و از حالات مشدده خودم داره که در صورت اگه اگر قربانین به بلوغ نرسیده باشه باز اکثر مجازات 15 سال سرشان اعمال میشه. ولی خوشبختانه با تصویب قانون منع خشونت علیه زنا باز یک موضوعی که در قوانین قبلی خلایی که موجود بود، موضوع تجاوز جنسی و اینا هم بازدهی گنجانیده شد در ماده ابدی قانون منع خشونت علیه زنا. در اونجا مجازات بر عاملین مرتکبینش پیش بینی کرده و در صورتی که گفته که اگر یک شخص بالای یک دختر خانم یا خانم تجاوز میکنه که او به بلوغ رسیده باشه، یعنی بعد از بلوغ، مجازات عامل مرتکبش حبس دوام گفته که از 16 الی 20 سال است. بله. و در صورتی که اگر باز قربانی از این فعل اگر به بلوغ نمرسیده باشه، باز در همچه حالت حد اکثر حبس دوام که 20 سال است که باز قضات دیگه دست باز نداره که با این تر از 20 سال حکم کنه. و در قوانین افغانستان هم در مجازات اصلی بعد از اعدام دومین مجازات فعلا حبس دوام است که 20 سال است و در کد جزایی که زیر کار است باز حال فعلا کار میشه که او حبس ابد هم پیش بینی شده که از 20 سال تا 30 سال در نظر گرفته میشه. بعضی کشورها حبس ابد است که تا آخر عمر. بله. و یک تماس هم داریم. بله، سلام علیکم. بله، تماس هم داریم. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام. تلویزیونتون رو پخش بکنین، اگر سوال دارین بفرمایین. ام یک سوال داشتم که یک دختر 12 ساله همراه
30 سال است و 5 سال ها رسته که داله ریخی واجدش بد است. من بودی بگم معلومات از این چه بگیرم را. شما سوال دارید؟ دختر 12 ساله. 12 ساله با مرد 35-40 ساله ازدواج کردن. تماس شما یک خواهش از دوستای ما وقتی تماس میگیرین از پیش تلویزیون تان یا دور برین و یا پخش بکنین به خاطر از اینکه سوال شما را مهمان که در برنامه باشه درست بگیره و جواب برتان درست بده. بله. در رابطه با ازدواجی که نگفتن قبلا پیش از اینکه قانون من خشونت علیه زنا پاس شود در قانون جزاد ماده 570 اونجا تسجیل بود که هرگاه یک شخص دختر عاقلی رشیده را بدون رضایتش به ازدواج وامی داره حبس قصیر برای او پیش بینی کرده بود. ولی متاسفانه در قانون جزا باز برای کسی که پایین تر از سن اهلیت به ازدواج وادار می ساخت اینو مایدات جزایی پیش بینی نشده بود. یک خلایی که در قانون جزا بود قبلا نمو بود، یعنی اگر دختر سن اهلیت تکمیل میکرد بدون رضایت به ازدواج وادار میشد حبس بود برش قصیر که از 24 سال الی 1 سال است. ولی اگر پایین تر از او هیچ نوع مجازاتی نبود. ولی خوشبختانه در قانون من خوشنط علی زنامو تو گفتم در ماده 28 اش حبس متوسط از 2 الی 5 سال پیش بینی کرده حبس برای عامل مرتکب از این که ازدواج اجباری اطفال. و در صورتی که ایران خب باز استناد به ماده 71 قانون مدنی کرده و اگری به بلوغ نرسیده باشه حامل و مرتکب حتما مجازات میشه، مورد مجازات قرار میگیره و ایام برداشت عمومی است که گویا پایین تر از سن 15 سال برداشت کلی عوام هم طور است که دختر پایین تر از سن 15 سال به هیچ وجه جواز نداره. ولی از دید کسایی که شاگرد حقوق هست میفهمن اونجا باز بازی با کلمات صورت گرفته، گفتم که صغیره را پیش بردن که او قدر قابل چی نیست، در صورتی که اگر هم چه ازدواج صورت گرفته باشی از اساس باطل است و قابل قبول نیست و میشه که به عنوان یکی از موارد مصادیق خشونت علیه زنا موضوع کشانده شد و به مراجع مربوط و عاملش مجازات میشه. ولی یک خلایی که گفتم در قانون من خشونت علیه زنا در ماده 39 موجود است گفته که خود شخص قربانی و یا که وکیلش میتونه در هر مرحله از تعقیب دعوای جزایی خشونت علیه زنا، یعنی تاریخ دعوای جزایی قضای خشونت صرف توسط خود شخص و یا وکیلش میشه. ولی در ماده 6 قانون من خشونت علیه زنا باز گفته که خودش یا اقاربش میتونه که شکایت خود ببرن پس هم برسانن و این موضوع دنبال میشه و عامل مرتکب مورد تعقیب عدلی قرار میگیره. ان شاء الله مشکلش هم حل شد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام، بفرمایید سوالتونه. خوب است میمون عزیزتان، خوبه. سلامت باشین، بفرمایید. اول داشتم خواهدم مشنویم، بفرمایید. یک دختر 14 ساله همسای یک پسر 18 ساله ازدواج کرده، بعدا حالا که ازدواج کرده و دختر به خانه پدر مادر نمیگذاره و بچه همین سوال داشتم جناب آقای عابد. تشکر شد نخیر، تشکر میکنیم از تماستان. این بچه خورچن از دیگه بله. میخواید که به خود شخصیت بسازه خانم خونه به خانه پدرش. چرا هم گفتن خورچن؟ 18 سال است بله و دختره گفتن که 14 سال است. 14 سال است. خب گفتم در سنین پایینی اگر ازدواج صورت میگیره اونم آگاهی درست نیست، طرفین یک دیگر به شکل درستش نمیتونن که درک کنن و این حقوق مجایب یک دیگر در نظر بگیرن، هرچند که از لحاظ شریعت مقدس اسلام و از لحاظ قانون من خشونت علیه زنام قطع صله رحم کرده نمیتونه. شوهر با وجودی که شوهر است حقش به جای خودش حقوق خدا داره که خانم باید احترام بگذاره به حقوقش، حفظ حیثیت و آبرویش است، مالش است و موضوعات دیگه که حقوق بالمقابلی که دارن خانم شوهر در برابره، ولی قطع صله رحم کرده نمیتونه و این در یکی از مصادیق خشونت علیه زنا است که در قانون من خشونت علیه زنا پیش بینی شده و در اونجا مجازات برش پیش بینی شده که در صورتی که اگر باعث قطع صله رحم میشه مورد تعقیب عدلی قرار در اسلام برش اجازه داده باشن که یک دختر وقتی خانه فامیلش نمانی پیش پدر مادرش خوب کار خوب نیست، خود جای بد نیست، اما مثلا 10 سال 15 سال اینا گفتن 14 سال اوجا تولد شد زندگی کرد پیشمو پدر مادر وال اجازه برش نمیده، از نگاه حقوقی اینا حق دارن؟ نه خیر، من گفتم شوهر با وجودی که حق خدا داره ولی در رابطه با قطع صله رحم کرده نمیتونن، به خصوص در قسمت مادر و پدرش است که اصول از این خانم است، والدینش است. هفته یک بار از لحاظ شرعی میتونن که اقارب اصولی خود باید ببینن خانم، میتونن که مادر و پدر خود ببینن بله. بالاتر از او مشکل نداره، اگر خودش نمیخواد مثلا ما یک بار یا بالاتر در 15 و کاکا و ماما و اوا و خاله و اینایش باز میشه که ما یک بار و بالاتر از اون مادر کلان و پدر کلانم به ترتیب، ولی اقارب دورتره که باز اگر کدام
نزا بین خانواده خلق میشه یا بعضی بله. موضوعات دیگه میباشه که شاور نمیخواد او مشکل نیست ولی از خانه مادر و پدر قطعا نمیتونه ممنوع قرار بگیره اگر یک مرد ما هم تو پیش پدر و مادرش نمونیم و این واقعا چقدر برش مشکل خواهد باشه یک دختری که از سن طفولیت وقتی که در خانواده بزرگ میشه و یعنی میگه در واقع توتی جیگر خود اگر میگن خانواده میتن به یک کس دیگه می اعتماد است که بالای ازو میکنه غیر از خود اگر هم چون موجود بفهمن که قطع صله ارحام میشه خاصا این روادار به ازدواج نمیکنه بنان شوهران باید متوجه باشن در این و این خودش کودک از 14 سال عمر داره دخترک بله سلام علیکم سلام علیکم بله صدای ما را دارین فکر میکنم که بله مشنویم بفرمایین بله مشنویم بفرمایین سلامت باشین انشالله که شما هم خوب باشین بعد از ظهرتان بخیر اگر سوال دارین از آقای عبدالله عابد از کمیسیون حقوق بشر اینا را با خود داریم سلامت باشین امین الحق هستم از شهر زیبا جوجان یک سوال داشتم از آقای محترم که دو ازدواج یک بار میشه دو ازدواج یک بار تماس قطع شد اینا خیلی شوقی ازدواج هستن ولی ندیدن که دو خانم یک خانم داشتن چقدر صبر و حوصله میخواهم این شاید ناشی ازی باشه که چند قبل در رسانه اجتماعی نشر شد یک عکس یک عرب یک کویتی بود بخیالیم که همزمان با چهار خانم ازدواج کرده بود البته از لحاظ شرعی اگر بگوییم مشکل به این نداره که از لحاظ شکلی که چهار خانم ولی در صورتی که اگر حرمت مصاهره بین از اینا موجود نباشه و یا جمع بین دو خواهر شده نمیتونه همزمان که دو خواهر هم همزمان در عقد نکاح یک شخص باشه یا عمه و برادرزاده همزمان نمیشه که با او ازدواج صورت بگیره یا خاله و خواهرزاده و در صورتی که اگر هم چون مسائل نباشه میتونه که ازدواج کنه ولی شرایط را که در شریعت قید کرده و همچنان در قانون مدنی تسجیل است شما اینترین شرطش هم تامین عدالت است یک که باید عدالت بینشان تامین کنن که هیچ امکان نداره بلی که مشکل بسیار مشکل است آدم به یک خانم خود رسیدگی نمیدانه باز چی که دو تا همزمان چه قسم دیگه در کنار از او از لحاظ مالی باید توانایی را داشته باشه که پرداخت نفقه که خوراک پوشاک مسکن برشان جداگانه اگر نخواین هر دوشان در یک مسکن واحد زندگی کنن باید بر هر کدامش خانه جداگانه بگیرن نظر به توانایی مالی که دارن و سایر حقوقی را که یک زوجه بالای زوج یا خانم بالای شوهر خود داره او را باید در صورتی که اگر برآورده کرده میتونه و عذر معجی اگر باشه معمولا خب اینطور اتفاق نیفتاده که همزمان دو خانم بگیرن ولی اشکال نداره از لحاظ شرعی ولی عذر معجی شه که در قانون هم پیش بینی کرده که مثلا عقیم میباشه خانم یا با امراض صعب العلاج مصاب است یا به این معنی که ورت گویا ترک کنه و خانم دیگه رو بگیره اون دلایل معجی که یکی موضوع عدالت است دیگه توانایی مالی است و سوم عذر معجی اگر موجود باشه میتونه میخواین ازدواج بکنن یک تماس هم داریم بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلام علیکم خوبه تشکر بفرمایید سوالتانه سوال ما ایست که می شریعت حق سن چند تعیین کرده برای پسر و یا دختر بردیشان چرا؟ بعضی سوال دارم بله قبلا شما یادآور شدید میگه که شریعت سنی که ازدواج بکنه بله. یک دختر و یا پسر چند است؟ چند ساله؟ از دیدگاه شریعت مقدس اسلام موضوع بلوغ شرط دانستن سن تکلیف از لحاظ شرعی بلوغ است و از وقتی که یک دختر یا پسر به مرحله بلوغ خود میرسه که بعضی از تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی در وجود از اینا رخ میتن در همچو حالت اینا استعداد و توانایی را پیدا میکنن برای از اینکه مثلا یک پسر دختر باردار شوه یا پسر یعنی آماده ازدواج هستن از دید شریعت تکالیف شرعی اینا بالایشان وضع میشه ولی وام گفتم از لحاظ اقتصادی هم فرق میکنه از لحاظ اجتماعی هم فرق میکنه و از لحاظ شرایط اقلیمی هم متفاوت است جایی که گرم سیر است نظر به جای سرد سیر و در جزیره العرب که اسلام عزیز از اونجا ظهور کرده اونجا چون مناطق گرم سیر است بیشتر زودتر به بلوغ میرسن تا نظر به آنشون ما زودتر است و از لحاظ جسامت هم فرق میکنن نظر به مناطق سرد سیر و این موضوع بلوغ است که باز ما نمیتونیم بر از یک سن مشخص تعیین کنیم چون نظر به موقعیت جغرافیایی نظر به اقتصاد خانواده و عوامل مختلف دیگه که من قبلا گفتم هر کدامش تاثیر گذار است ممکن که یک خانواده‌ای که مستضعف و فقیر باشه بسیار دیر بعد به بلوغ برسه نظر به یک خانواده متمول و ثروتمند
یا جایی که مناطق بسیار سردسیر است او زودتر نمیرسه به بلوغ بلکه به مدت زمان طولانی تر نیاز است که باید سپری کنه. بنانی عوامل تاثیرگذار است به می خاطر سن مشخص برش در نظر گرفته نشده و به مو خاطر از لحاظ قوانین وضعی به خاطر کمی تفاوت ها یا رفع شده باشه باز در قانون مدنی در ماده 39 سن اهلیت 18 سال مکمل شمسی دانسته در موضوعات حقوقی دیگر، ولی در رابطه به ازدواج امو 18 و 16 سال است که برای پسر 18 و برای دختر 16 سال در ماده 70 قانون مدنی تسجیل است. بله و یک تماس هم داریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید سوالتان است. هستین جانتان جور بخیر. یک سوال از میمون برنامه است. بفرمایید مشتمی. همچین از عروسی من میجاب 7 سال. حالی 7 سال است. معروسی کردم شوهرم مرا میبانم میره و ایران میبانم میره و ایران. آن امسال ما دوای طلاق باز کردم و میره در حساب یمی خانوی نیستیم زنا برای همیتی میشیده بوده. شما سوال دارین آقای بد؟ شوهر شون هر سال میان باز پس میرن ایران چرا؟ هر سال ازدواج کرده ولی هر سال اینا رو رها میکنه میره به طرف ایران و حالا میخواه که طلاق بگیره کجا بره چیگونه؟ دیگه سوال دارین؟ تشکر میکنیم از تماس. شما سلامت باشین انشالله که بخیر مشکل شما حل شوه. در رابطه با حقوق خانم‌ها بالای شوهرایشان برای ویزی که موضوع مهر و نفقه و موضوعات دیگی مطرح میشه و این نفقه هم که صرف به خوراک و پوشاک و لباس اینا خلاصه نمیشه یا خانه، بلکه حق تمتع جنسی را ما تا بعضی از فقها از جمله نفقه خانم در نظر دارن که هم جز نفقه شمرده میشه، به این معنا که خانم شوهری که مثلا ازدواج میکنه بعضی از قضایا زیاتر اتفاق افتاده بود تا افغانای ما که در پاکستان بودن و از خارج از کشورهای اروپایی کسایی میامدن و همینطور یک صرف ازدواج میکردن باز میرفتن و همونجا میگذاشتن به سرنوشتی، مشکلات واقعا بسیار زیاد شده بود یک مدتی، بنان و هم جزی از حقوق خانم از بالای شوهر. این خانم شوهرش اگر در صورتی که اگر میخواد که با خانم خود ادامه زندگی رو به پیش ببره یا باید اینجا باشه یا خانم خود ببره، ولی اگر عذر معجمی باشه و رضایت خود خانمش میباشه مثلا از نظر به فقر اقتصادی که داره میخواین به خاطر کار به ایران یا جای دیگه بره و اگر رضایت خانم کسب کرده باشه خب مشکلی نیست، ولی اگر در غیر از او باشه و برای عیاشی میره مثلا یا به کار دیگه داره و اصلا توجهی به این خانم خود نداره، از لحاظ شرعی خب موضوع تفریق یکی از آلات تفریق یا جدا ساختن یا انحلال عقد ازدواج موضوع تفریق به سبب غیابت است. غیابت به این معنا که خانم شوهرش اصلا هیچ معلوم نباشه آدرس مکانش، غایب باشه و به او لحاظ از هرچند که در فقه حنفی برای او بسیار مشکل خلق کرده و حدود 7 سال تا 90 سال در نظر گرفته که باید خانم انتظار باشه در واقع حقش سلب کرده که نباید ازدواج کنه، ولی خوشبختانه قانون مدنی باز از فقهای مختلف نظریات شرزیابی کرده و موی که مواجهتر از باز گرفته و در قانون مدنی 4 سال در نظر گرفته در صورتی که شوهر غایب می باشه الا 4 سال و هیچ آدرس مشخصاتش معلوم نمی باشه چون متضرر میشه خانم، صرف به این نیست که از اونجا پول برش روان کنه و اویی که غایب است خب غایب، ولی کسی که غایب است آدرسش مشخص نیست و خب دوام چه حالت خانم میتونه که ادعای تفریق کنه بعد از 4 سال، بعد از زیک 4 سالش میگذره ادعای تفریق میکنه و جلب بر از او فرستاده میشه اگر آدرسش مشخص باشه، اگر نباشه 3 بار راتبه جلب هم میادش که تایید شد یگنگ ما 3 ما باید از او باز چی میشه اعلان رادیو میشه از طریق رادیو که اگر شخص خان شوهرش هر جایی کس حالا خراسان های زیادی هست از طریق فیسبوک و تویتر و موارد مختلف میدونن که پیدا کنن یک دیگر، ولی اگر بازم بی توجهی میکنه و اگر با وجودی که واقف است نمیای یا اصلا نیست در حکم گویا فوت شده دیگه محاسبه میشه باز وکیل مسخر برای این خانم گرفته میشه از طریق سارنوالی که او به دفاع از حقوق زوج، ولی این خانم که شوهرش هست ولی هر سال میه 7 سال شده کمه تو میه و دوباره میره باز میه میره و این خانم بس تو آمده اینا کجا برن مراجعه بکنن؟ اینا و... میتونن که امید دلایل معجی خود هم در محکمه فامیلی است در اونجا مراجعه کنن و این محکمه فامیلی در کجا است؟ محکمه فامیلی خو در ولایات مختلف است. بله در ولایات مختلف دارم شاید که اینا از کابل تماس گرفته باشه. از کابل که باشه فکر میکنم در ولایت کابل از قبلا در قسمت های شیرپور بود از اونجا نقل مکان کردن، ولی آدرسش پیدا میشه مشکل نداره. هدف ایست که اونجا باز میشه یا یکی از طریق حقوق برن مثلا مراجعه کنن با حقوق ادارات حقوق مشکل از اونجا مطرح بسازن موضوع باز راجع میشه به محکمه، و در صورتی که اگر وصف جرمی خشونت داشته باشه به استناد قانون من خشونت علیه زنا با سارن، ولی من خشونت علیه زنا است که در قسمت های
نمی دارلمان است در تعمیر لوی سارن ولی میتونن اونجا مراجعه کنن و شوهرشان ایزار میکنه که آیا دلیل معجه داره به اینکه خانم خود ترک میکنه یا چی هدف داره. در صورتی که دلیلش معجه بود، قابل قبول بود، قناعت خانم خود فراهم ساخت، مشکل ندارن. ولی از اینکه خانمشان شکایت کردن طبعا متضرر شدن از اینایه. حتما در صورتی که اگر این ثابت شد و مجازات داره به استناد قانون من خشونت علیه زنا و اینکه یا یک خانم خود با خود ببره اونجا یا ای که اینجا با ای زندگی کنه و یا دلیلی از اینکه چرا ای میره و میایه و این دلیل خدا واضح بساز در صورتی که عذر معجب باشه خونه مشکل نداره. اگر غیر معجب باشه با گفته شما یک پول مهم نیست که از ملک دور برش روان بکنه. ای که بالای سر آدم چرا آدم عروسی میکنه و خوب است که شوهر بالای سر خانم خود باشه، با اولادای خود باشه، چقدر خشونت، چقدر محبت ها دور میشه و تو از حال احوال خانمت خبر نیم باشی، خانمت از تو خبر نیم باشه. آدم یک لقمه حلال پیدا بکنه به مو خانه و خانواده خود باشه، در کنار هم باشن، بله. و یک زندگی خوب و خوش داشته باشن. این خودش یک جنجال ساز شده در صورتی که هر سال بیا و دوباره ایران برو به خاطر نان میرم. این کسایی که در افغانستان هستن آیا اینا مردن؟ این خوب است که آدم زندگی خود روز به روز خوب بسازه، با خوشی زندگی بکنه، نه این که خودش جنجال بسازه. از لحاظ شریعت میگه که زن مکمل مرد، مرد مکمل زن، بله. است که اون لباس الله من تو لباس الله هن که در آیات شریف هم واضح است و در زم در دوران عرب جاهلیت هم همطور رسم بوده. بله. همین موضوع طلاق و همین جدایی و موضوعات مختلف خانوادگی و در اون زمان هم در دوران ظهور دین مقدس اسلام در اون زمان هم یک کسی بوده همطور یک خانمی که در اون وقت باز طلاق تر سه طلاق نبود که دوبار صلاحیت شوهر باشه که باز دو مراتب مراجعه باز دفعه سوم یا اینکه به وجه احسن خانم خود صحیح نگهداری کنه یا اینکه بگذارش که بره دیگه. در اونجا تا حتی صد بار هم میشد که یک کس طلاق بده و پیش از اینکه اون مدت عدتش سپری میشد پس رجوع میکرد. اما تو یک شخصی خانم خودم کارم کرده بود و پیش از اینکه اون مدت عدتش سپری میشد پس به این مراجعه میکرد و گفته بود که من این کارو میکنم تو را جور میتم نمیگیرمت با خود و نمیگذارمت که با دیگه کسی ازدواج کنی. باز خانم پیش حضرت بی بی عایشه صدیقه آمد و این داستان رو برای شکایت کرد و باز بی بی عایشه صدیقه بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله موضوع رو در میان گذاشت. بعد از او که موضوع با اونا در میان گذاشته شد باز وحی برش آمد که اینمی موضوعی طلاق یا مشخص شد که باید دو بار یک کس اگر اشتباه میکنن، اگر بیخی مالی خلیایی باشه، اگر معتاد باشه، اگر با حالت خودم نباشه، یک بار اشتباه کنه خو خیر اشتباه است، بار دوم پس خانم خودم مراجعه میکنه و میگیره، مشکل نداره، او یقی شوهر است. بار دوم اگر باز اشتباه میکنه دو بارش که تکمیل شده که سیوم بار قابل قبول نیست، دیگه بار سیوم باز متلقی ثلاثه میشه و اونم شرایط خود سخت خود داره که باید بره با کس دیگه ازدواج کنه و ای از لحاظ شریعه من است که شوهر خودش با وجوده که میفهمه که دو بار اشتباه کرده باز بار سیوم اصرار کنه و خانم خود بگه و یک شکل سازماندهی کنه برای یک کس دیگه که گویا با تو ازدواج کنه و باز توی طلاق بدی که حلال نیست از لحاظ شریعت اسلام، حرام دانسته شده و در واقع نباید دیگه مراجعه کنه به خانم خود، خانم باید بره با کس دیگه ازدواج کنه. او اگر به مرگ طبیعی خود فوت میکنه یا به هر شکلی یا اینکه طلاق میده بعد از سپری شدن مدت عدت در آینده اگر برخوردن و باز با هم ازدواج کردن اشکالی نداره از لحاظ شرعی و قانونی، ولی در اصلش نباید کار شود. چرا دو بار اشتباه را کرده ای شوهر که بله. خانم خود طلاق کرده دیگه نباید خانم هم به این مراجعه کنه. دیگه مشکلات واقعیت زیاد است و این خانم هم میتونه که با مراجعه بسارن، ولی من خوشنط علیه زنا این مشکل حل کنه و یا اگر دعوای تفریق و اینا میخواید که متضرر شده، چون ضرر صرف ضرر مادی گفتم نیست که یک نفقه و این موضوعات باشه، ضرر مختلف دیگه است، اگر از اون ایام ضرر میبینه میتونه که سارن ولیم ادعا کنه و در صورتی که ثابت میشه حقش خواسته میشه از شوهرش و مطالبه میشه و اگر قناعت دادن خوب خوب، اگر نکرد واسه تفریق صورت میگیره. بله. و حتی در صورتی که اگر شوهر محبوس به حبس میشه بالاتر از 10 سال حبس طویل، در همچه حالت هم بعد سپری شدن 5 سال خانم میتونه ادعای تفریق به سبب ضرر کنه، چون ضرر متوجه شده. من موضوع را گفتم با وجودی که اگر مال شوهر هم باشه که از او بتونه کفاف معیشت خدا کنه و نفقه خود حاصل کنه، با وجود از اون میتونه که باز بله بله انشالله که همه مشکلات همه ما و شما حل شوه. خداوند بزرگ است، پشت هر شب روز است، فراموش نکنین و پشت هر سختی آسانی است. بله. تشکر از شما دوستای بیننده که تا فعلا بیننده برنامه ما بودین. بله و تشکر از شما هم که در برنامه تشریف آوردین. سپاسگزار از شما هم که تا ایدم ما را همراه بودین. الله نگهدار همه تان، شاد و موفق باشین. صفحه فیسبوک خط سبز در خدمتتان است. خدا نگهدار.